با درود به بیننده های گرامی برنامه سوت تلویزیون ایران فردا، در برنامه این هفته دو مسئله هستش که در کنار رویدادهای ورزشی ایران جلب نظر میکنه و هر دو در مورد فوتباله. در سقوط هواپیمایی که یک ماجرای غم‌انگیزی هم بود و حدود 40 ایرانی در اون کشته شدن، فقط به دلیل اینکه هواپیمای ایران 140 دارای استانداردهای لازم برای سلامتی نبود، خطای از بیخ گوش تیم سپاهان اصفهان قهرمان چندین دوره لیگ برتر ایران گذشت، به طوری که خلیلیان مدیر عامل این تیم در خبرگزاری‌ها اعلام کرد این هواپیما به گفته خود ایشون همون هواپیمایی بود که تیم سپاهانو برای هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر به تبریز برد و این بردن هم با اشکال بود. یک بار مجبور شدن بار دیگه برگردند و در فرودگاه اصفهان بشینن، رفع اشکال کنن و به تبریز برسن. این مسئله رو امیدواریم که حداقل در حیطه فوتبال با پروازهای غیر مطمئن نرن، پرواز نکنن. و همین هفته ما شاهد بودیم که چطور هفته ای رو سپری کردیم، هفته سوم، که بیشتر بازیکنهای باشگاه ها حراسان بودن از سفر هوایی، مسئله ای که ناامنی این هواپیما ها در تیم ها و بازیکنانشون ایجاد کرده. مسئله بعدی که در فوتبال ما اتفاق افتاد باز هم راجع به علی کریمی بود که در پی اون تقدیرنامه ها و اون تحسین هایی که از طرف مراجع بین المللی فوتبال و رسانه های حتی خارجی و بدون شک ایرانی در مورد این بازیکن تاریخی فوتبال ایران شد، به ناگاه دبیر کمیته انضباطی باشگاه تراکتورسازی بیانیه ای را در یکی از رسانه ها انتشار داد که با واکنش بدون تردید علی کریمی روبرو شد. آقایی که اصلا در حد علی کریمی نیست نامش و در فوتبال ما جایگاهی نداره، به عنوان دبیر کمیته انضباطی اعلام میکنه که چون در گذشته علی کریمی در مصاحبه‌ای علیه رهبران و مسئولان تیم تراکتورسازی انتقاد کرده، مصاحبه‌ای کرده که باعث تشویش اذهان عمومی شده، این یک واژه‌ایه که هر جا کم بیارن به کار میبرن، 15% قراردادش به اصطلاح جریمه شده. نخبه بازیکن رو میان انقدر حسابسازی میکنن که طلب بالای 300 میلیونیش به یک بدهکاری تبدیل میشه. این واقعا باعث تأسفه و همینطوری که آقای کریمی به عنوان یکی از اسطوره‌های فوتبال ایران و با شخصیت ترین بازیکنهای ما در طول تاریخ فوتبال ایران گفته، این آقا اصلا باید بفهمه حرفش چیه، حرف دهنش چیه و بعد بیاد این رسانه ای کنه، فقط برای اینکه یک اسمی در کرده باشه و یک ماجرای درست کرده باشه. و بعد آقای کریمی به یک نکته اشاره کرده که خیلی جالبه، از میثم با او و چند تا بازیکن دیگه نام برده که به همین شکل اینا رو جریمه کردن تا بدهکاری‌های باشگاه تبدیل به طلبشون بشه. یعنی من فکر می‌کنم دیگه اینم یک مد جدیدی در فوتبال ما بشه که قراردادهای سنگین رو ببندن و بعد با جریمه های پی در پی بازیکن رو بدهکار هم بکنن. و البته انتظارم داریم که فوتبال ما همچنان بدرخشه. وقتی که همیشه صحبت از این میشه که ما استعدادمون خیلی بالاتر از این هست و توانایی های واقعا بالقوه‌ای داریم برای ارائه در فوتبال بین‌المللی و بالاتر از سطح آسیا، و این میاد تا اون درجه پایین که نمیتونیم در آسیا مقام سه بار قهرمانی پی در پی قبل از انقلاب رو برای یک بار دیگه تکرار کنیم، سرمنشأش همین نامدیریت ها و منیت ها و یک مجموعه آدم های غیر فوتبالیست که بر فوتبال ایران متاسفانه حاکم شدن. تا هفته آینده با شما خداحافظی میکنم و به امید دیدار هفته بعد.